بیرویا به کارگردانی آریان وزیر دفتری. بریم ببینیم چه خبره. فیلم بیرویا مثل فیلم آقای کاهانی اخیراً قاچاق شده. هیچکس مسئولیتش رو قبول نمی‌کنه و مدیریت سینما ایران هم ابراز بی‌اطلاعی می‌کنه. فقط میگه کار ما نبوده. و خب این خیلی فاجعه است. تا این لحظه که با شما صحبت می‌کنم هیچکس نبوده که بگه این از چه طریقی داره منتشر میشه و هنوز که مشخص چه خبره. ولی خب این بحث جاش اینجا نیست و میرسیم به خود فیلم. بیرویا توسط آقای آریان وزیر دفتری ساخته شده. فیلمساز جوانی که کارش رو با ساخت فیلم‌های کوتاه آغاز کرد و مسیر موفقی هم طی کرده. یکی از ویژگی‌های آقای وزیر دفتری اینه که شناخت کامل نسبت به سینمای جهان داره و خب این شناخت باعث شده که ما سری نشانه‌ها رو در فیلم بیرویا ببینیم. اما مشکل اینجاست که خود این شناخت منجر به ایجاد یک سری ضعف‌ها شده که این ضعف‌ها مختص به سینمای ایرانه. یعنی اینکه شما خب شناخت کامل از سینمای جهان دارید، مشخصاً آثار برتر دنیا رو دنبال کردی، ولی خب در برگردان سینمایی و در واقع ایرانیزه کردن این محیط دچار مشکل شدی. اتفاقی که سر بیرویا افتاده. داستان فیلم داستان جدیدی نیست. ما داستان یک زوج به نام بابک و رویا رو مشاهده میکنیم که قرار مهاجرت کنن، اما با دیدن یک خانومی که در یک روز بارانی کنار خونه رویا قرار داره همه چیز تغییر میکنه. آقای وزیر دفتری در اولین ساخته بلند سینماش به طور آشکارا تحت تاثیر آقای برگمان و سینماش به خصوص پرسونا قرار داره، یا حتی میتونیم بگیم که فیلم پولانسکی بچه روزماری هم گوشه ذهنش بوده و یه سری گلیسا به اون میزنه. اما نکته که بیش توجه نشده که اون فیلم ها جهانی رو میسازن و داستان روانشناختیشون رو بر بستر اون جهانی که خلق کردن میسازن. چه فیلم بچه روزماری، چه فیلم پرسونا و چه یک دو جین فیلم دیگه که سالهای اخیر بکران شدن. اتفاق که سر بیرویا نمیفته، ما با یک داستان کاملا رئال مواجه هستیم که درش یک سری تغییرات عجیب و غریب اتفاق میفته بدون اینکه از قبل بسترش مهیا شده باشه. در واقع شما یک داستان رئال رو میبینید با یک سری آدمهای معمولی، یک زندگی معمولی و همه چیز این داستان رئاله، ولی ناگهان میبینید که شخصیت ها در حال تغییر کردن هستن بدون اینکه از قبل تعریف مشخصی درباره این تغییر رخ داده باشه. شکل نگرفتن این جهان بزرگترین ایراد فیلم بیرویا محسوب میشه، چرا که خب ما نمیتونیم یک درک منطقی از شخصیت ها داشته باشیم. تغییر روی کردشون هم عجیب و غریب هست و در نهایت به یک گنگی و ابهام میرسه. همین مشکلات باعث شده که فیلم گنگ باشه برای تماشاگر ایرانی، بعضی سکانساش نامفهوم باشه و مخصوصا پایان بندش خیلی با مشکل مواجه باشه و اینکه در مجموع یک اثر ضعیف و فراموش شدنی باشه. اما در طول فیلم ابهاماتی مطرح میشه که اینجا میخوایم بهش پاسخ بدیم. اولین تئوری که در فیلم مطرح اینه که بابک از رویا برای اینکه باش مهاجرت کنه نامید شده و به همین دلیل تمام اطرافیانش رو قانع کرده که رویا رو انکار کنن. این تئوری خیلی تئوری منطقی نیست، یک تئوری کاملا ضعیفه، ولی خب مطرح شده. خیلی هم میبینم که به این نتیجه رسیدن. حقیقتا اینقدر فیلم ضعف داره که میشه با این نگاه هم به سوژه نگاه کرد، ولی نه، این تئوری خیلی تئوری عجیب غریبی به نظر میرسه. به نظرم نباید خیلی بهش جدی نگاه کرد. دومین تئوری که در مورد فیلم مطرحه همون تئوری که توی نمایشش در جشنواره فیلم فجر مطرح بود، یعنی مسئله اسکیزوفرنی که خب سازنده هم در موردش صحبت کردن. نسخه که قبلا منتشر شده بود یک نوشته روی صحنه مینوشت که میگفتش که اینجا اسکیزوفرنی مطرحه و البته خیلی بد بود اون نوشته و کلن این روند خیلی روند بدیه که شما یک فیلم داستانی و یک فیلم معمایی در واقع مطرح کنید و برای گره‌گشایی در نهایت یک نوشته رو صحنه بنویسید و بگید این اسکیزوفرنی بوده. اما مشکل فیلم اینه که حتی در صورت مطرح کردن تئوری دوم باز هم ایراد داره. ایرادات فیلم ایرادات منطقیه و شما نمیتونید بابت سورئال بودن داستان از زیر بارون تفره برید. این ایرادات در سکانس‌های مختلف فیلم قابل پیگیریه، مثل سکانس بیمارستان که ما یک دفعه می‌بینیم بابک با یک فرد در ماشینش مواجه میشه و یک دفعه کات می‌خوره و فیلم دیگه هیچ تصویری به ما نشون نمیده، نمیگه این کی بود، چی بود، اصلا برای چی بود. یا ایراد دیگه فیلم اینه که زیبا اول فیلم کاملا سکوت میکنه ولی به یک بار زبان باز میکنه. البته همونطور که گفتم میشه یک سری ایده های سورئالیستی رو به فیلم نامه اضافه کرد و گفت که خب این به این دلیل است و این به آن دلیل، اما شما زمانی که یک فیلم رو روایت میکنید باید براش منطق بیارید، جهان بسازید. حتی اگه در مورد یک شرایط مالی خولیایی یا همون اسکیزوفرنی که سابقا در موردش صحبت شده بخواید فیلم بسازید، باز هم شما باید جهان اون فیلم رو بسازید تا قابل درک باشه. اینجوری نیست که شما اول فیلم یک دوچرخه سواری نشون بدید تا نیمی از فیلم همه چی رو اوکی نشون بدید و یک دفعه کات بزنید و از لحظه بعد ببینید که جهان ها برعکس شده. خب این منطق میطلبه، منطقی که خب فیلم ابدا ازش بهره نبرده. متاسفانه همونطور که گفتم فیلم ایراداتی داره که خب کارگردانی آقای وزیر دفتری به این ایرادات افسوده. در واقع یک سری ریزنشانه هایی در طول فیلم ما مشاهده میکنیم، یک سری شخصیت هایی مشاهده میکنیم که یک سری پالس ها و نشانه هایی از این که خب این جهان آیا واقعی نیست در اختیار تماشاگر قرار میدن، ولی
به حدی گنگ، نامفهوم، اشتباه و در واقع پرداخت نشده هست که این علائم ها صرفا فقط داستان رو گنگ و مبهم و عجیب کردن. در واقع یک نکته مثبت محسوب نمیشه پیچیده کردن هرچی بیشتر فیلمنامه. شما باید فیلمنامه‌تون هر چقدر که پیچیده است برای تماشاگر به راحتی روایت کنید. اگه این روایت شکل نگیره فیلم درک نمیشه. درک هم که نشه وضعیت پیش میاد که برای رویا پیش اومده. در نهایت میخوام بگم که ذهنتون رو خیلی درگیر فیلم بی‌رویا نکنید. فیلم چند تا تئوری مطرح میکنه و این به حدی در ارائه این تئوری ها دچار ضعف میشه که حتی تماشاگر هم نمیتونه این قضیه رو پودگوشایی کنه و احتمالاً خود کارگردان فقط میدونسته که از کنار هم قرار دادن این نشانه ها و این سکانس ها و نتیجه گیری ها قراره به یک مفهوم مشخص برسه. در غیر این صورت فیلم چنان ابهام داره که حتی هیچ کس قادر نیست که این یک تعریف سرراست از فیلم ارائه بده و خب این فضیلت محسوب نمیشه. همونطور که گفتم شما برای ساخت یک اثر مالیخولیایی نیاز به ساختن فضای اون دارید و زمانی که فضای ساخت اون مهیا نباشه علنا درک اون هم سخت میشه. اینکه فیلم های مثل پرسونا بیش از نیم قرن پیش در اروپا اکران شدن به این دلیله که جامعه اون زمان درک درستی از مبحث روانشناختی داشتن، مخاطب این فیلم شدن و به طور مشخص این فیلم درک کردن. ولی زمانی که شما این فیلم ها رو برگردان ایرانی میکنید باید ببینید که آیا جامعه شما هم به اون درک رسیده برای اینکه بخواد این اثر روانشناختی رو درک کنه، دنیای مالیخولیاش رو درک کنه. و زمانی که فیلم رو بی‌رویا رو مشاهده میکنید میبینید که نه، حتی خود کارگردان به درستی متوجه قضیه نشده. با این حال میتونم بگم فیلم بی‌رویا سعی کرده که اثری متفاوت از فیلم های رایج سینما ایران باشه. برای همین شاید بشه گفت این تلاش ستودنیه. البته به این معنی نیست که فیلم خوبیه، صرفا این تلاش خوبی بوده. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً اگه این ویدیو رو دوست داشتید دکمه لایک رو بزنید، دکمه سابسکرایب رو حتماً بزنید و اینکه میبینمتون رو دم شما میگم.